پس سوال اول این بوده که خبر داشتی چرا نگفتی؟ سوال دوم، بایدن هم خبر داشته. الان توی صفات تو سطح جهان دارن میگن که این حمله حماس به اسرائیل سودش پوتین داره سود میکنه. شما رو احساسی اصلا بدونیم واقعا پوتین توش سودی نره. تنها جایی که داره ضرر میکنه پوتین همینجاست. پوتین قرار بوده که اصلا پوتین دوست نداره که اخبار اوکراین به حاشیه بره. اصلا یعنی تیمی که طرفدار زلنسکی احمق بودن و طرفدار اوکراین بودن دارن زیر پاش خالی میکنن. یعنی فوکوس رو بردن سمت اسرائیل تا زلنسکی از یاد بره. حالا چرا؟ این سواله. یعنی تیمی که طرفداری میکنه از زلنسکی و اوکراین داره زیر پاش خالی میکنه و هیچ سودی نداشته و پوتین هیچ نقشی در قضیه حماس به اعظم حضور شما که حمله حماس به اسرائیل نداشته، اصلا هیچ نقشه، هیچ سودی هم نداره. بله، در پسو نیوز من زدم پوتین داره در یک جایی سود میکنه که آدم باهوشه، یعنی استقلال و پرسپولیس توی کشور بازی کردن، استقلال یه گل زده به پرسپولیس، یوونتوس سود کرده. پوتین اون یوونتوس هست. یعنی یهو دید حماس حمله کرده اونجا، بعد سرش اینجوری آورد بالا، نگاه کردید اوکی سودش اونجاست، پس بذار اونجا سود کنه فعلا. اینجا رو داره ضرر میکنه، فکر نکن سود میکنه در قضیه اوکراین. و دیدید که زلنسکی میخواست بره اسرائیل، اسرائیل قبول نکرد. زلنسکی هم چهار تا با این خواننده ها و اینا رفته به استیج و اینا، یه سری چیزایی هم میفهمه بدبختی که رفت اونجا که میخواست بره پیش اسرائیل که بگه اوکراین فراموش نشود. اسرائیل میگه ای الان تو بیای که همه فوکوس ها میره رو تو، برو گمشه، ما اصلا کلا داریم خارمانده تو رو سرویس میکنیم، وقت فوکوس میریم رو تو، انداش بیرون. نه اینکه حتما انداختش بیرون، نه، ولی جلسه شو لغو کرد. پس پوتین از نظر صفحه شطرنج هیچ سودی در حمله حماس به اسرائیل نداره. اینو یادتون باشه. پوتین یه دیگه سود داره میکنه که ما چرا اسرار رو فاش نمیخوایم بکنیم، برای اینکه پوتین رفیقمونه دیگه، آها پاتریوته، نمیخوایم بقیه بفهمن کجا داره سود میکنه. هم وقت وایسادیم سکوت کردیم تا سودشو بکنه، قشنگ استفاده کنه.